به راحتی میشه ادعا کرد اون چه که در آبان ماه سال 1398 رخ داده گسترده ترین جنبش اعتراضی مردمی پس از انقلاب سال 1357 بوده دست کم از نظر جغرافیایی در طی چهار دهه گذشته این بیسابقه است با اینکه البته مقامات رسمی در ایران هموار سعی کردند این اعتراضات رو تقلیل بدند اما گاهی برخی از اونها به گستردگی اونچه که اتفاق افتاده از آن داشتند مثلا علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمانی گفت از 31 استان موجود در کشور 28 استان شاهد اعتراض و درگیری بودند و بعدا هم برخی از نمایندگان مجلس از درگیر بودن بیش از 500 شهر در ایران در اعتراضات آبان ماه سال 98 گفتند اما این نقشه حکایت از بازتاب اعتراض ها در رسانه ها داره به تفکیک استانی مشخص تنها در یک استان تنها و تنها در یک استان اون هم در استان خراسان شمالی گزارشی از تجمعات اعتراضی اون زمان در رسانه ها منتشر نشده بود اما در بقیه استان ها رویدادهایی از این دست گزارش شدند و هر چه پررنگ در این نقشه اعتراضات گسترده تر و تجمعات پرشورتر و البته سرکوب شدیدتر بوده از تجمعاتی آرام و مسالمت آمیز تا اعتراضاتی که طی اون معترضین کشته شدند در استانهای ایران به تفکیک روشنه اما نگاه کنیم ببینیم که قربانیان چطور در پهنه ایران پراکنده شدند ما به افو بین الملل و به این نقشه استناد میکنیم بر اساس مستندات این سازمان این نقشه های استان ایران رو به تفکیک کشته شده ها نشون میده هرچه پررنگتر باز هم تعداد قربانی ها بیشتر برای سازمان عفو بین الملل شده که دست کم 304 نفر کشته شدند و اسناد و مدارکی که به دست این سازمان رسیده نشون داده میشه که این قربانیان متعلقن به 37 شهرستان که در پهنه 8 استان ایران پراکندند سازمان عفو بین الملل گزارش میده استانهای البرز، اصفهان، فارس، کرمان کرمانشاه، خوزستان، کردستان و تهران طی های آبان ماه قربانی دادند. اینجا مشخصه که استان تهران بیشترین کشته ها رو داشته با 130 کشته اما توجه کنید که اکثر کشته شدگان این استان متعلقن به شهرستان های حاشیه پایتخت مناطق محروم مثل اندیشه، بهارستان، نسیم شهر و بومهن اما به غیر از مناطق محروم حاشیه پایتخت و همینطور هومو اطراف دیگر شهرهای پرجمعیت ایران از جمله اصفهان و کرج تعداد کشته شدگان در استانهای کردنشین و عربنشین بسیار بسیار قابل ملاحظه است اون هم به نسبت با توجه کنیم به نسبت به جمعیت این استانها اونها بیشترین کشته شدگان رو در کل کشور داشتند بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل که اینجا میبینید 57 نفر در خوزستان، سی نفر در کرمانشاه و هفت نفر در کردستان طی اعتراضات آبان ماه کشته شدند قربانیان بسیار مناطق اقلیت نشین برای بسیاری بسیار قابل تعمال بوده اما تاکید کنم اون چه که اینجا تا این لحظه بررسی کردیم بر اساس مستندات عفو بین الملل بوده این سازمان از کشته شدن 304 نفر خبر میده اما جایی مثل خبرگزاری بسیار معتبر رویترز خبر از کشته شدن 1500 نفر در سرکوب های آبان ماه 98 میده در گزارش بسیار تکان دهنده رویترز که زمستان گذشته منتشر شده بود آمار کشته شدگان این گونه به تفکیک استانها روایت شدند که باز هم معلومه که در تهران بیشترین کشته شدگان رو داشتیم اما در آخر این رو هم یادآوری کنم پشت تک تک این اعداد و ارقام یک قلب بوده که میتپیده با بیم و امید با شور و نگرانی و کلی هم با عشق و با ایستادن هر یک از این قلب ها از تبیدن بسیاری داغدار شدند و همچنان داغدار ماندند